أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که تنها خواسته خداوند و تنها عامل نجات ما از همه مشکلات است، سرلوحه همه برنامه های زندگی من باشد. امیر بیان، قرآن ناطق، امام سفید رویان می فرماید ان التقوى منتها رضا الله من عباده و حاجته من خلقه. تقوا نهایت خوشنودی خداوند از بندگان خودش می باشد و نهایت خواسته اش از آفریدگانش. این خواسته خداوند و این وسیله رضایت خداوند از انسانها عامل همه موفقیت های ماست. امید است در تمام لحظات زندگی به این سفارش و این وصیت توجه داشته باشیم. این هفته به دلایلی که عرض میکنم از بحث خطبه اول با منظر قرآن صرف نظر میکنم. هر دو خطبه را به مناسبتها برنامه ریزی کردیم. اولین موضوع که در خطبه اول مطرح میکنیم، امروز جمعه چهارم ماه رجب المرجب است. سوم ماه رجب مصادف است با شهادت دومین امام همام حضرت هادی علیه السلام. مقدار پیرامون شخصیت امام هادی علیه السلام صحبت خواهم کرد. مسئله بعدی در آستانه ولادت امیرالمومنین تنها مولود کعبه قرار داریم. هفته آینده
جمعه 12 است، شنبه بعدی یعنی نه فردا، شنبه بعدی روز 13 رجب است. در کنار ولادت مسئله اعتکاف که از سنت های اسلام و پیامبر و اهل بیت و اصحاب پیامبر است، از موضوعات است که انشالله در لابلای خطبه ها به اون هم خواهیم پرداخت. مسئله مهم که در خطبه دوم بیشتر صحبت خواهیم کرد، حد که حرمت و حرکت جاهلانه و نابخردانهی که در سویدن توسط عده نادان و جاهل با پوشش آزادی بیان انجام شد در قبال قرآن عظیم الشان، این کتاب هدایت و این وسیله سعادت بشریت، لازم است که اون چرا می توانیم در ارتباط با این موضوع بیان کنیم و روشنگری داشته باشیم و او بپردازیم. عکس العمل کشورهای اسلامی قطعا یاد میشه، برنامه‌ای که در کشورمان افغانستان برنامه ریزی شده اینا هم مطرح خواهد شد. و آخرین موضوعی که در این بحث خواهیم داشت یک راهکار و یک حقیقت است که باید همه مسلمین کشورهای اسلامی به این راهکار و به این موضوع مهم و حساسی همیشه توجه داشته باشند، نه در مقاطع این چنینی که یک فشاری برداشته و برپا می شود و یک صحنه دهشت و وحشت به وجود می آید کشورهای اسلامی شعار مشترک بدهند، اما در سایر زمانها در غفلت و در بیخیالی باشند. اینها موضوعات است که انشاءالله در هر دو خطبه دنبال خواهیم کرد. اما بحث خطبه اول و شخصیت امام هادی علیه السلام، امام هادی اسم کوچکشان علی، لقب این بزرگوار هادی و لقب دیگرشان نقیس، معروف هستند به ابوالحسن سوم. پدرشان حضرت جواد الائمه است و در سوم رجب سال 254 مثل دیروز به شهادت رسیدن و سن این بزرگوار در لحظه شهادت 41 ساله بوده، هم در سامرا به شهادت رسیدن و هم در همونجا دفن شدن که مدفن اون بزرگوار زیارتگاه است. حدود 8 سال قبل از اونه که پدرشان به شهادت برسن همراه پدر بودن، یعنی از همراه حضرت جواد، نزدیک 33 سال امامت این بزرگوار طول کشیده و دوران امامتش هم بسیار در خفقان به سر برده، یعنی در سامرا از مدینه تبعید شد از کنار قبر جدشان رسول الله و بالاجبار تا لحظه شهادت در یکی از شهرهای عراق معروف است به سر من رعا، در اونجا تحت نظر حکومت ها بود و همونجا هم به شهادت رسید. دوران امامت حضرت به 3 بخش تقسیم میشه. حدود 12 سال آخر در دوران متوکل بود، بخش از امامت حضرت در دوران خلفای قبل از متوکل عباسی است و مقداری هم بعد از متوکل. اینها مطالب خیلی مهم نیست، اونه که
برای شناخت حضرت لازم میدانم عرض کنم یک جمله از حدیث معروف که ما معتقدیم حدیث متواتر است، حدیث لوح است. شما عزیزان در اثر لطف و عنایت که نصیبتان شده تا میگم حدیث لوح میفهمین. در روز ولادت آقا امام حسین علیه السلام حدیث را خداوند توسط جبرائیل فرستاد برای پیامبر و پیامبر به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام اون حدیث را به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه دادم. اون حدیث را جابر ابن عبدالله انصاری، امین شخصیت بزرگ صحابی با عظمت پیامبر، در کنار بی بی مشاهده کردند و اجازه گرفتند، یک نسخه گرفتند. بعدها اون نسخه را با امام باقر علیه السلام که نسخه اصلی در خدمت حضرت بود مقابله کردن، دیدن هیچ تفاوت نداره. در اون حدیث خداوند ائمه معصومین معرفی کرده عبارت که مربوط می شود به حضرت هادی، من همو را ترجمه کنم. می فرماید و اختم به سعاده لبنه علی ولی و ناصری و شاهد فی خلقی و امین علی وحی. بسیار عبارات عمیق است. این حدیث جملات خداوند است. می فرماید سرانجام کار پسر امام جواد را با سعادت قرین کنم و اختم به سعاده. بعد اسم مبارک آقا را مطرح میکنه. هنوز امام حسین علیه السلام تازه به دنیا آمده، دقیقا حدود 200 سال 210 سال قبل از ولادت امام هادی است. میفرماید همان علی که دوست من ولی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، انما ولیکم الله، میفرماید همون علی که یاور من و شاهد فی خلق و ناصری، علی که دوست من اول ولی، بعد میفرماید و ناصری یاور من، در عبارت سوم میفرماید گوا و ناظر بر مخلوقم و شاهد فی خلقی. چه مقامی داره امام معصوم که خدا میفرماید گوا و ناظر بر مخلوقات من؟ همین باوری که الحمدلله امروز داریم و لازم است همه انسان ها به این باور برسن که ولی خدا صاحب الزمان خلیفه خداوند همه اعمال ما را با اذن خدا میبیند. در آخر فرمودن و امین وحی من و امین علی وحی. این بزرگوار امام هادی علیه السلام شخصیت بسیار برازنده و با فراز و عظمت دارد. من همه فرازهای زندگی امام را نمیتوانم عرض بکنم. یکی از برنامه هایی که این حضرت داشت مسئله تربیت بود. دشمن امام هادی را از مدینه آورد تا در سامرا به تعبیر معروف به اسارت قرار بدهد، غافل از اون که نمی شود حقیقت را به اسارت برد.
حقیقت ناموس خداست، حق ناموس خداست. این حقیقت و حق در هر جا باشد ظهور می کند، طرفدارانش را جذب می کند. وقتی آقا را به سامر را آوردن، برخلاف اون چه که دشمن فکر می کرد، درخشش حضرت به شکل دیگری شروع شد. شروع کرد به تربیت، شروع کرد به بیداری، شروع کرد به روشنگری. دعاهای از این بزرگوار نقل شده، برنامه های از این حضرت دیده شده در همین سالهای زیادی که در ظاهر در اختیار دشمن بود، یکی پس از دیگری قابل توجه است. حیف است اینها را به این مناسبت ها نخوانیم و یاد نگیریم. یکی از دوستان اهل بیت به نام ابو موسی میگوید، رفتم محضر امام عادی علیه السلام در زمان متوکل که خیلی با آقا ظلم کرد. گفتم آقا متوکل خیلی به من فشار آورده. از اون لحظه ای که متوجه شدم من به شما ارادت دارم، از شما پیروی میکنم، حقوق مرا از حکومت از بیت المال قطع کرده، فشارها میاره، به بهانه‌های مختلف مرا در تنگنا قرار داده. دیدین گاهی حکومت خلاصه یک کسی که پست و مقام داره دیگرها را در تنگنا قرار میده، دستش بازه. گفت که آقا اگر میشه مرا بین این شرایط سخت کمک کنین، در این شرایط برین پیش متوکل، از او برای من مساعدت بگیرین، من از دوستان شما هستم، او به من ترحم کنه. آقا فرمودن ناراحت نباش، به خواست خدا کارت سامان مییابد. متوکل با او قدرت به ظاهر کلانی که داره در مقابل یک شخصیت، یک شهروند، اینطوری موضع گرفته. او از آقا خواهش کرد وساطت. حضرت فرمود برو با توکل به خدا سرنوشت و برنامه زندگیت جور میشه. میگه رفتم، اسمش است ابو موسی، از دوستان و ارادتمندان است، ناراحت و افسرده. در همون شبی که از محضر آقا رفتم، دیدم فرستادگان متوکل آمد، از جمله فتح ابن خاقان معروف وزیر مخصوص متوکل، شخصیت نزدیک، همراه یک گروه آمد و ما گفت که متوکل تو را احضار کرده. وقتی آماده شدم، خود این وزیر گفت چی اتفاق افتاده در این شب؟ متوکل مرا با این همه نیرو دنبال تو فرستاده. تعبیرش اینه، چی شده که این مرد متوکل مرا امشب به زحمت انداخته و برای احضار تو مرا به اینجا فرستاده؟ تازه وزیرم تعجب کرده بود. میگوید مرا وزیر برد به دستگاه متوکل، دیدم بر مسند و بر قدرت و بر میز و همون دستگاهی که داشته نشسته. تا مرا دید بسیار عاجزانه عذرخواهی کرد، گفت که ابو موسی ما از تو غافل شدیم، به تو جفاها شد، فشارهای ناخواسته از جانب ما بر تو وارد شد، حالا بگو چی مشکلاتی داری؟ منم یکی یکی ظلمهایی را که بر من شده بود شمردم. گاهی دیدین زمینی به زور از آدم گرفته میشه، زندانی میشه، جریمه میشه، حقوقش پامال میشه، همه اینها را یکی یکی شمرد. گفتم این امکانات را از ما دریغ کردین، حقوق ما را گرفتین، صله ما را ندادین. از این موضوعات متوکل همه را شنید، با عذرخواهی گفت که ما محکومیم و مدیونیم، اینها را جبران میکنیم. همه را جبران کرد.
دستور آزادی داد. وقتی برگشتم فتح ابن خاقان این وزیر از من پرسید چه کار کردی؟ گفتم کار نکردم. گفت چگونه متوکل این همه احترام به تو قائل شد؟ فقط ازش پرسیدم فتح ابن خاقان آیا امام هادی علیه السلام آمده بود به دیدن متوکل؟ گفت نه. فتح ابن خاقان میگوید حتما رفته بودی به محضر امام، از امام التماس دعا کرده بودی. میگوید گفتم بله. فتح خاقان به من گفت ابو موسی این برخورد متوکل به خاطر اون خواسته و دعا و نیایش است که این امام تو از خداوند برای حل مشکلت خواسته. و جالب است گفت که اگر پیش امامت رفتی بگو امام هادی برای منم دعا کند. بعد فردا این آقای ابو موسی که مورد تکریم متوکلم قرار گرفت میگوید فردا وقتی رفتم زیارت امام هادی حضرت از سیمای من برداشت کرد، فرمود از چهرت پیداست که راضی و شادمان هستی. عرض کردم آری ای آقای من، به برکت الطاف و عنایات شما. ولی به من گفتن که شما نزد متوکل نرفته ای. گفت آقا من از شما خواهش کردم برو پیش متوکل و ما را شفاعت کن و از او درخواست و سفارش درباره من ننموده ای. شما نرفتین، چطوری مشکل ما حل شد؟ امام هادی فرمودن خداوند متعال می داند که ما در نیازها جز به ذات پاکش به هیچ کس پناه نمی بریم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر که بر خدا تکیه کند خدا کفایت می کند. در گرفتاری ها تنها به خدا توکل می کنیم، هرگاه از درگاهی او درخواست کنیم اجابت می کند. حضرت فرمود اگر ما بریم دیدن صاحبان قدرت این نوع شرک است. ما از برکات خداوند بی بهره می مانیم. بعد آقای ابو موسی گفت آقا ماجرا از این قبیل بود، وزیر آمد من آورد، متوکل این گونه برخورد کرد، من از فتح خاقان پرسیدم شما به دربار متوکل رفتین یا نه، اونا گزارش دادن نه، بالاخره فهمیدن دعای شما این آثار را داشته و فتح خاقانم از من خواسته تقاضا کرده که شما برایش دعا کنید. این تکره مهمانان نماز جمعه بیشتر توجه کنند. امام هادی فرمود فتح، همون وزیر متوکل فتح ابن خاقان، در ظاهر با ما دوستی می کند ولی در باطن از ما دوری می نماید. استجابت دعا در مورد کسی رخ می دهد که شایستگی آن را داشته باشد. فتح شایستگی ندارد که دعای ما در حق او مستجاب شود. علمای بزرگوار اهل معرفت می دانند، در روایات داریم نمازتان خیلی مواظبت کنین، اگر کسی اهل نماز نباشد دعای دیگران در حق او مستجاب نمی شود. حضرت فرمود دعا برای فتح اثر ندارد چون ولایتش کامل نیست. بعد عرض کردم آقای من همه این برنامه‌ای که امروز تغییر کرد به خاطر همین یک فراز بود. عرض کردم آقای من به من دعای بیاموز که در میان دعاها به آن اختصاص یابم و نتیجه بگیرم. این کلاس الحمدلله خیلی ظرفیت داره،
این آموزشگاه، این معدبه، این مائده آسمانی. فرمود آقا یک دعای به من یاد بده که من نتیجه بگیرم. امام هادی فرمود من در بسیاری از اوقات خدا را با این دعا میخوانم و از درگاه خداوند خواستم که هر کس در کنار قبرم این دعا را بخواند. خدایا زمینه زیارت همه این عزیزان را فراهم بفرما، همگان را از زیارت قبر امام هادی و امام عسکری بهرمن بگردان. فرمود هر کس در کنار قبرم این دعا را بخواند خداوند او را ناامید نکند. بعد فرمود دعا این است: یا عدتی عند العدد و یا رجائی و المعتمد و یا کهفی و السند یا واحد و یا احد و یا قل هو الله احد اسألک بحق من خلقته من خلقک ولم تجعل في خلقك مثلهم احدا صل على جماعتهم وافعل بي كيت وكيت. ترجمه کنم: ای یاور من، هنگام یاری ها، یا عدتی، ای امید و اعتمادگاه من و یا رجایی و المعتمد، ای پناهگاه و تکیه‌گاه استوار، ای یکتا و ای بی همتا، ای قل هو الله احد. سوره مبارکه توحید در روایات شناسنامه خداست. ای قل هو الله احد، از درگاهت مسئلت دارم، اسألک. دقت کنین توسل چقدر زیبا در اینجا به نمایش گذاشته می شود. از درگاهت مسئلت دارم به حق آن مخلوقات که هیچ کس را در مقام مانند آنان نیافریدی. به حق من خلقته من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا. هیچ کسی با پیامبر و آل پیامبر مقایسه نمی شود. امام معصوم از خدا می خواهد به حق کسانی که اونها امانن ندارن، فرمود بر جماعت آنها رحمت فرست. ما الحمدلله ذکر مقدس صلوات را زیاد می گیم. درودهایی است که بر سایر عزرات معصومین هم وارد شده: اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. از این قبیل حضرت فرمود صل على جماعتهم. بعد حضرت فرمود از خدا بخوا بگو حاجت مرا برآورده کن. حضرت قول داده اگر کسی این دعا را در کنار قبرش بخواند ناامید بر نمی گردد. یکی از خدمات این بزرگوار بر جامعه اسلامی یاد دادن زیارت جامعه کبیره است. ما زیارت نامه زیاد داریم، به حمد الله و المنه، زیارت امین الله، زیارت وارث، زیارت هایی که در منابع روایی ما وارد شده. یکی از اون زیارت ها و با ارزشترین زیارت ها زیارت جامعه کبیره است. این زیارت نامه را این امام بزرگوار از اون قلب مصفا و از اون جایگاه رفیع برای ما یاد دادن و انشاء کردن. من فقط یاد کردم، فرصت نیست. وزن این زیارت نامه
شبیه دعای با عظمت جوشن کبیر است که در شبهای ماه رمضان الحمدلله موفقیم و خواندیم و خواندیم که خدا را با مناظر و زیبایی های مختلف به انسان های موحد معرفی می کند. هر فراز از دعای جوشن مکتبی است معرفت و تعمق و دلدادگی. وقت زیارت جامعه را انسان می خواند، بودهای تکامل انسان کامل را با چشم دل می بیند. انشالله که به عظمت این امام بزرگ بتوانیم بیشتر با استفاده از این دستگاه انسانساز و وسیله تقرب و نزدیکی به خداوند در همه عمرمان، مخصوصا در این ایام ویژه یعنی ایام ماه مبارک رجب، بیشتر استفاده بکنیم و به کمال و انشالله به تقرب الهی بیشتر برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اولین موضوعی که در خطبه دوم از باب تذکر عرض میکنم، ماه رجب که آغاز شده و روزهایی را پشت سر گذاشتیم برکات زیادی دارد. یکی از برنامه های ماه مبارک رجب تعبد است، پرداختن بیشتر، برنامه ریزی بیشتر به مسائل خودسازی، برنامه های اصلی، اونی که با خودمان میتوانیم ببریم، همه کردار ما، همه زحمات ما، غیر از اون چیزهایی که در قالب تقرب و بندگی و عبادت است میمانه در این عالم و ما میرویم. تخصص ما، ثروت ما، قدرت ما، جایگاه ما، همه اینها تا اون لحظه است که ما زنده هستیم. یه متخصصی که سالها زحمت میکشه، صاحب اعتبار میشه، بعد از مرگش هیچ تفاوتی بین او و یک آدمی غیر متخصص نیست، چون تخصصش اونجا برد نداره، مگر اینکه از طریق اون تخصص به خدا نزدیک شده باشه. یکی از برنامه های ماه رجب مسئله اعتکاف است. من یک آیه از قرآن برای تحکیم بس بخوانم. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود
آیه 125 سوره مبارکه بقره. کعبه را جایگاه اجتماع و از جعلنا البیت مثابتا للناس، جایگاه اجتماع قرار دادیم، مکان امن برای مردم ساختیم، مقام ابراهیم را نمازگاه خیش گیرید. هر حاجی بعد از طواف پشت مقام حضرت خلیل دو رکعت نماز میخواند. ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، چه کار کنن؟ خانه ما را برای طواف کنندگان للطائفین و معتکفان و راکعان و ساجدان پاکیزه دارید. یکی از برنامه های پیامبر برنامه اعتکاف بود. اعتکاف یک برنامه است. در ماه رمضان، در ماه رجب، عده‌ای می آین از همه تعلقات فاصله می گیرن. در مسجد جامع شهر فقط می پردازن به عبادت. شرایط داره. یقینا دوستان در برنامه‌ای که پیشی رو دارن شرایطش مطرح میکنن. یکیش این است که در مسجد سه شبانه روز بمانن، روزها رو روزه بگیرن، مگر امر مهم پیش بیاید و الا حق بیرون رفتن از مسجد ندارن. روایت داریم در زمانی که پیامبر در شهر بودن، در مدینه بودن، یعنی در سفر نبودن، دهه آخر ماه رمضان را به اعتکاف می نشستن. اذا کان مقیما اعتکف العشر الاواخر من رمضان. پیغمبر اون ده روز آخر را اگر در مسافرت نبودن به اعتکاف می نشستن. و اذا سافر اعتکف من العام المقبل 20. اگر پیغمبر بر ماه رمضانی به دلائلی جنگی سفر مهمی داشتن، سال آینده اون ده روز گذشته رو قضا می کردن، 20 روز به اعتکاف می نشستن. اینقدر مسئله اعتکاف مهمه. ما نیاز به غربالگری داریم، نیاز به خلوت داریم، نیاز به ارتباط و دلدادگی داریم. خوب است از این فرصت ها استفاده کنیم. روایت داریم لاعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلا فیه امام عدل، امام عدل به صلات جماعه. بعضی از مکان ها در واقع تجلی عزت، بندگی و افتخار و سربلندی و اقتدار اسلام است. مکه نمایشگر یا نماینگر این عظمت است. زیارت ائمه معصومین یکی از اینهاست. مصلاها مظهر عزت و سربلندی و همدلی مسلمان هاست. امام صادق فرمودن اعتکاف کردن فقط باید در مسجد جامع باشد. مساجد جامع که در آن پیش نماز عادل به نماز جماعت نماز خونده است. انشاءالله در همه مساجد جامع، در مصلاها که این برنامه ریزی می شود، دوستان غفلت نکنند و همینطور آمادگی می گیریم برای تجلیل از میلاد تنها مولود کعبه که انشالله هفته آینده یعنی جمعه شب هم مراسم اعتکاف برگزار می شود و هم انشالله تجلیل از میلاد امیر المومنین علیه افضل صلوات المسلین. مسئله آخر و مسئله مهم همین ماجراییست که مع الاسف توسط عناصر به ظاهر مدرن، آزادی خواه
و اهل دموکراسی، اما در حقیقت انسانهای نادان جاهل و انسانهای بیخرد در قبال قرآن صورت گرفت و قرآن را به ظاهر فکر میکنن نابود کردن، اما غافل از آن که قرآن در زندگی ماست، قرآن در فکر ماست، قرآن در عمل ماست، قرآن حامی ماست و قرآن کتاب سعادت و خوشبختی جامعه بشری است. اگرچه امروز در روزه شریف و مبارک منصوب به امیرالمومنین هم تجمع بزرگی است، دیروز ریاست محترم حج و اوقاف آمده بودن برای هماهنگی، برای شرکت در برنامه‌ای که در روزه تجمع برگزار می شود. من عذرخواهی کردم، گفتم اشکال نداره، سنگرها را باید از همه جا مجهز کنیم، فریاد وحدت و دفاع از قرآن را سراسری باید کنیم. همین لحظه، در همین لحظه ای که شما اینجا کنار همین در این مصلا، اونجا هم برادران ما علما تجمع دارند، ما با دلهای به هم نزدیک و دستهای به هم گره کرده از قرآن و از احکام قرآن و از عظمت قرآن دفاع میکنیم، نه تنها در دو مصلا، در همه مصلاهای این کشور، در همه مصلاهای کشورهای اسلامی. من یک مقدمه کوتاه عرض کنم، بعد بیشتر به ماجرا بپردازم و اون رای حل را هم لازم میدانم مطرح کنم. اسلام طرفدار آزادی واقعی است. انسان در زندگی اجتماعی دارای حقوقهایی است. آزادی در ابعاد مختلف مورد قبول و مورد توجه اسلام است. آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مسکن، آزادی شغل، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، اینها حقوق است که از نظر اسلام انسان‌ها دارند. اما در کنار این آزادی‌ها محدودیت‌ها وجود داره. طبیعت سهمیه همه است، همه در طبیعت حق دارند. نمی شود یک عده بیاین طبیعت را نابود کنند، بگوین ما حق من را از طبیعت می بریم. نمی شه جنگل ها را نابود کنند، نمی شه فضای زندگی را آلوده کنند، نمیشه آبها را آلوده کنن و مردم ساکت بمانه. همه این مردم در آب حق دارن، همه این مردم در محیط زندگی سهم دارن، همه این مردم باید از مواهب و از برکات زمین استفاده کنن. این آزادی در کنارش برای این که همه سهم داشته باشد شرایط دارد، محدودیت های دارد. این واژه یعنی این کلمه آزادی از اون کلمات است که باید به درستی معنا شود و به درستی فهمانده شود. متاسفانه عده ای این کلمه را به اسارت بردن و جامعه انسانی را دارن می فریبن. سر مردم به تعبیر معروف کلاه می گذارن، به نام آزادی سلب آزادی می کنن. آزادی حقیقی همون آزادی است که اسلام معرفی کرده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ما پیغمبران را فرستادیم مردم بنده خدا باشند، واجتنب الطاغوت، از طاغوتیان اجتناب کنن. امروز ما آزادی را به حقیقتش میپذیریم، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، اینها از مقوله های است که اسلام قبول دارد
و قرآن می فرماید لا اکراه فی الدین، عقیده ای را بر کسی به اجبار به زور تحمیل نکنی. لا اکراه فی الدین، این آزادی واقعی است. در این حال که کسی نمیتواند عقیده ای را بر کسی تحمیل کند، از اون طرف قرآن میگوید هر کس هر انتخاب دارد آزاد است، اما نتیجه انتخاب ها را باید بپذیرد. نمیشود انسان یک چیزی را بپذیرد و نتیجه را نپذیرد. میاییم سراغ ماجرایی که روز شنبه اول هفته در سویدن توسط یک عده انسانی که به ظاهر خودشان را طرفدار آزادی میدانند و در حقیقت واقعا جاهلند، واقعا از خرد بهره ندارند انجام شد. یک شهروند سویدنی دانمارکی، خوب است ایره بشناسیم، یک کسی است اهل دانمارک، دنبال ماجرا است، آمد تبعیت یا تابعیت سویدن گرفت برای که در سویدن اونجا از آزادی استفاده بکنه و در مقابل این همه طرفدار قرآن با قرآن به احترامی بکنه. متاسفم که یک همچنین انسانی بی ارزش مورد حمایت مسئولین سیاسی و اداری کشور قرار میگیره. ای آقا از مقامات سویدن مجوز گرفت. آقای راسموس پالوان، فعال سیاسی و وکیل سویدنی دانمارکی که این کار انجام داده، انگامی که قرآن را روبروی سفارت کشور اسلامی ترکیه آتش زد، نیروهای محافظ سویدن از او داشتن حمایت میکردن. این بسیار حرکت جاهلانه است. در مقابل 2 میلیارد انسان کتابی را به احترامی میکنه که این کتاب شعارش این است هر کس ما را قبول نداره و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، برین یک سوره مثلش بیارین. اگر با قرآن مبارزه میکنین خودش راه مبارزه را یاد داده، یه سوره مثل قرآن بیارین. اینه که قرآن شما آتش بزنین، این کمال جهالت است، این کمال بیخردی است. قرآن دعوت به مناظره میکنه، شما آتش میزنین، جای شرم است، جای خجالت است، از همجنس بازی جلوگیری نمیشه. چرا میگوین آزادی است؟ یه عده نااهل، تعدادشان خیلی کمه در کشورهای غیر اسلامی، اونا میگن ما طرفدار این مقوله هستیم، میگن آقا اینا آزادن. اما قرآنی که این همه مسلمان قبول دارن، این همه خردمند در مقابلش کرنش کردن، در کشور مثل سویدن این قرآن مورد بی‌حرمتی قرار میگیره. اگرچه وزیر خارجه سوئد یا سویدن در اون نوشته که خودش بیرون داد گفت که این اقدام تحریک کردن تکان دهنده دشمنی با اسلام است. دقیقاً وقتی به قرآن مسلمان ها به احترامی میشه، این معناش اینه که کفر با همه کلیتش در مقابل همه اسلام قرار داره. ما متاسفیم و متاسریم که به نام آزادی بیان، به نام دموکراسی، این گونه جامعه اسلامی را مورد خشم و مورد ظلم قرار میدهند و به این همه اعتقاد پاک و راسخ و اصیل به احترامی میشه. این یک بخش قضیه. همه ما با قلب جریحه‌دار و با منطق رسا در مقابل این جهالت به ظاهر آزادیگونه
عکس العمل خواهیم داشت و نفرت و انزجار من را در مقابل حامیان این گونه آزادی ابراز خواهیم داشت و اعلام میکنیم ما طرفدار حقلانیتیم، طرفدار حریتیم در مقابل بیخریدی ها و نافهمی ها و کج اندیشی ها، همیشه بیدار و استوار خواهیم ماند. اما مسئله مهمتر، خب کشورهای اسلامی در مقابل این حرکت عکس العمل نشان دادن. خیلی از کشورهای اسلامی موضع گرفتن. آقای ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی سوزاندن قرآن توسط یک سیاستمدار راست افراطی را در سویدن به شدت محکوم کرد. آقای مقتدا صدر رهبر جنبش صدر عراق خواستار جمع‌آوری 1,000,000 امضا و انتقال آن به سفارت سویدن برای محکومیت این کار شد. وزیر وزارت امور خارجه عربستان بیانیه داد. وزارت امور خارجه آذربایجان بیانیه منتشر کرد و همینطور وزارت امور خارجه مصر، جمهوری قبرس، فلسطین، لبنان، اردن، الجزایر، مراکش، یمن، کویت، پاکستان و همینطور امارت اسلامی در افغانستان، همه کشورهای اسلامی علامن تعداد را حضور ذهن ندارم، عکس العمل نشان دادن و باید هم نشان بدن. یک مقوله است. اما طرحی را که عرض میکنم، راهکار را که عرض میکنم، نباید ما مسلمان ها منتظر بمانیم یک وقت قرآن ما آتش زده شود بعد ما کنار هم بیستیم شعار وحدت بدیم. ما همیشه باید کنار هم باشیم. ما همیشه باید حریم قرآن را پاس بداریم. چرا ما شاهد اختلافات عمیق بین کشورهای اسلامی هستیم؟ امروز تعدادی از کشورهای اسلامی پرچم‌بدوشان قدرت‌های کفرند. امروز صهیونیست دشمن مشترک همه مسلمان‌ها در مقابل بعضی از کشورهای اسلامی حساس است و اما تعدادی از کشورهای اسلامی با او به نحو رابطه دارند. باید متوجه باشن کشورهای اسلامی کل کفر در مقابل کل اسلام است. چرا از قرآن می هراسن؟ برای که امروز در دل انسانها قرآن داره رخنه می کنه، انسانها را به تفکر وامی داره. حیف است کشورهای اسلامی خشونت، تفرقه، افراطیت را به نحوی از آنها حمایت کنند و اینها وسیله شود برای بدمعرفی کردن اسلام. ما همینجا از همین فضای به وجود آمده برای بیداری جهان اسلام فریاد میزنیم. مسلمان ها، قرآن کتابی است که میتواند همه دنیا را به سمت اسلام دعوت کند و کفر و غیر مسلمان ها و دشمنان ما مخصوصا اندیشمندانشان پی بردن. امروز دارن با ایجاد رخنه و اختلاف بین کشورهای اسلامی میخواهن این مسیر را بر روی مردم ببندن. خواهش من و عنوان یک مسلمان، با عنوان یک طرفدار قرآن، همه مسلمان ها قلبشان جریحه دار است. اما من عرضم اینه، بیاییم از فرمول قرآن استفاده بکنیم. قرآن می فرماید و قال الذین کفروا، کفر گفته، کفروا جمع است، و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، این قرآن نشنوین.
اگر شنیدین نگذارین معناش بفهمن، والغوفی نگذارین مفاهیم قرآن مردم بفهمه، لعلکم تغلبون، تا شما پیروز بشین. بیاییم قرآن بفهمانیم با جنگ، با اختلاف، با عقب موندن از کاروان علم و دانش و خرد نمیشه. انشاءالله کشورهای اسلامی، علمای جهان اسلام، متفکرین، دلسوزان، حوزه های علمیه، انجمن های فکری، دانشگاه های اسلامی بیدارتر شوند با استفاده از فضای روشنگری قرآن، حرکت جهانی اسلام و انشالله بیداری اسلامی را بیشتر مورد توجه قرار بدهند. آن ای بشر بیاموز درس از کتاب قرآن، دست از رأی توسل، زن بر تناب قرآن. امیدواریم که این حرکت ها باعث وحدت بیشتر جهان اسلام و بیداری اسلام و مسلمین شود و همه آزادی خواهان عالم را سر سفره بیداری قرآن دعوت میکنیم و بار دیگر نفرت و خشم و غضب من را در مقابل دشمنان اسلام، اونهایی که به قرآن مقدس ما، به این کتاب هدایت و سعادت که بشریت را میتواند با دستورات ماندگار و عمیقش به سعادت برساند، اعلان میکنیم خدایا فرج آخرین ذخیره‌ات را برسان. وحدت جهان اسلام را بیش از پیش خدایا مستحکم و اجرایی بگردان. دشمنان اسلام را ذلیل و نابود و ریشکن بگردان. کشورهای اسلامی مخصوصا ملت افغانستان، حاکمیت افغانستان را خدایا در مسیر عزت و اقتدار بیش از پیش یاری بفرما. ما را در محوریت قرآن و اهل بیت بیش از پیش به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.